ابراز نگرانی از وضعیت جسمی رهبران مخالف دولت که در بازداشت خانگی هستند. روز سه‌شنبه میرحسین موسوی به بیمارستان منتقل شد تا به وضعیت ناراحتی قلبی او رسیدگی شود. سابقه قلبی نداشته، اما این دومین بار است که در 3 ماه اخیر با مشکل قلبی مواجه می شود. 615 روز است که موسوی و همسرش صحرا رهنورد در پشت این دیوارها در بازداشت خانگی هستند. تازه ترین گزارش سایت کلمه خبر داده که وضعیت جسمی موسوی مناسب نیست و زهرا رهنورد هم دچار لرزش دست شده. وضعیت مهدی کروبی هم مشابه است. سایت سهام نیوز نزدیک به خانواده او تایید کرده که روز سه‌شنبه مهدی کروبی را برای درمان ناگهان به یک بیمارستان سپاه بردند. احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی هم شرایط جسمی خوبی ندارد. او که از بعد انتخابات 88 زندانی است، دوشنبه شب بعد از مشکلات حاد ریوی از زندان رجایی شهر به بیمارستان منتقل شد. رضا شهابی فعال سندیکایی هم از زندان اوین به بیمارستان. همه این افراد پیش از بازداشت خانگی یا زندان مشکل جسمی نداشتند. 2 هفته پیش یک کارگر وبلاگ نویس به نام ستار بهشتی در پی بازداشت و بازجویی به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. امروز شوهرمو کشوندن اونجا، گفتن آقای ستار بهشتی مریضی داشته. شوهرم گفته سالم بوده، گفته فوت کرده، گفته علت فوتش چی بوده، گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن، گفتن خفه شو، حرف نزن، فقط ما میپرسیم. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی دلیلی برای مرگ او اعلام نکردند. تنها بعد از فشار افکار عمومی تایید کردند که ستار بهشتی در زمان بازجویی شکنجه شده. 41 زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محسن میردامادی و ابوالفضل قدیانی از وکلا و چهره‌های سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین گواهی دادند ستار بهشتی به خاطر شکنجه و اثرات آن فوت کرده. روز دوشنبه 7 زن زندانی در اوین از جمله بهاره هدایت و فائزه هاشمی به خشونت و شکنجه جسمی و روانی در زندان‌های ایران اعتراض کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران روز دوشنبه اعلام کرد هیچ پیشرفت عمده‌ای در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت نگرفته و حتی بدتر شده و این وضعیت او را نگران می‌کند. توصیه اول من به دولت ایران اینه که قانون اساسی و دیگر قوانین و مدون خودش رو با دقت بیشتری اجرا کنه. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.